دور زدن های علیه ایران به کمک ترکیه موضوع یک نشست کارشناسی در بنیاد دفاع از دموکراسیها بود که دیروز زیر عنوان آتیلا ذراب و روابط آمریکا و ترکیه پیامدهای بزرگترین طرح فرار از تحریم‌ها در تاریخ معاصر برگزار شد مارک دوبوویتس مدیر بنیاد دفاع از دموکراسیها و دیگر همکاران او در این اندیش کرده که روند دور زدن های ایران به کمک ترکیه را سالهاست دنبال کردهاند سخنرانان این جلسه بودند. گزارشی داریم از فرهاده پولادی. آقای دوبویت که خود به عنوان یکی از کارشناسان پیگیر ترح دور دورزدن تحریم ها در فرایند دادگاه آقایان آتیلا و زراب شهادت داده بود در نشست بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها ها به توضیح درباره نقش دولت ایران و مقامات بانک دولتی هالک بانک ترکیه در دورزدن تحریم ها پرداخت. ایرانی ها با همکاری این فرد رضا زراب و برخی از مقامات ارشد بانک دولتی هاک بانک این طرح را به اجرا گذاردند یعنی از حساب مربوط به فروش نفت و گاز ایران در هاک بانک ترکیه مبالغی به حساب های شخصی آقای زراب منتقل می شده است با آن پول در بازار بزرگ استانبول شمش طلا خریداری می شد این طلا عملا با هم در چمدان به دبی برده میشد در آنجا با این طلا درهم امارات خریداری میشد درهم امارات به دلار آمریکا تبدیل میشد و به حسابهای های ایرانی در آنجا واریز میشد بدین طریق ایران به میلیاردها میلیارد دلار ارز خارجی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کرد به گفته آقای دوویچ در بین سالهای 2012 و 2013 و صرفاً با بررسی آمار اداره کل گمرکات ترکیه که میزان صادرات طلا را نشان میدهد ایران توانسته بود حدود 13 میلیارد دلار پول خود را صرفاً از این روش دور زدن تحریم ها از ترکیه خارج کند جاناتان شنزر رئیس پژوهش بنیاد دفاع از دموکراسی ها میگوید که با درز تحقیقات دادستان استانبول در سال 2013 که درباره فساد اداری در دولت رجب طیب اردوغان انجام شده بود بنیاد دفاع از دموکراسی ها توانست با مطالعه آن و یافتن ارتباط بین آقای زهرا و مقامات ترکیه طرح فرار از تحریم های ایران را متوجه شود او افزود که بنیاد متوجه شد که ایرانی ها به کمک ترک ها علاوه بر اجرای طرح طلا در برابر فروش نفت با هدف دور زدن تحریم ها از روش های دیگر پولشویی و فرار از تحریم ها هم بهره بردند. مشخص می شود که طرح دور زدن تحریم ها صرفا در خرید طلا از ترک ها خلاصه نمی شده است بلکه ایرانی ها به همکاری برخی از مقامات ترکیه فاز دوم طرح دور زدن تحریم ها را با صدور صورت حساب های ساختگی در دست اقدام داشتند یعنی مثلا ترک ها شکر خام، عدس و نخود را به ایرانی ها می فروختند در حالی که در عمده موارد کالایی وجود نداشت. همچنین ما شاهد پولشویی کلاسیک بودیم. یعنی قیمت کالاها ها را خیلی بیشتر از ارزش آن در صورت حساب ها می نوشتند. مثلا شکر کیلویی 400 الا 500 دلار. ایرانی ها به کمک مقامات این بانک ترکیه تحریم های بانکی سویفت را برای انتقال پول به ایران نیز دور زده بودند. آقای دوبویز در این جلسه همچنین با استناد به آنچه دادستان های ترکیه در سال 2013 اعلام کرده بودند، ایران توانسته سرجم حدود 100 میلیارد دلار را از طریق روش های مختلف دور زدن تحریم ها وارد کشور کند. آیکن اردمیر نماینده پیشین پارلمان ترکیه و از تحلیلگران ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی در این نشست به دلایل همراهی دولت آقای اردوغان در سال 2013 و 2014 با طرح دور زدن تحریم ها پرداخت. اولا انباشت ثروت شخصی هیچ کس از دریافت ده میلیون دلار رشوه بعدش نمیاد. سانیان حزب سیاسی برای ادامه برنامه هاش به پول نیاز داشت و بهترین روش پرداخت این هزینه توسط یک معمور از ایران به نام زراب بود. به همچنین افزود که در آن سالها وضعیت اقتصادی ترکیه خوب نبوده و کشور در آستانه انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بوده است. بنابراین آقای اردوغان با هدف رأی آوردن تمرین کار داره است. دولت آقای اردوغان یک روز پس از اینکه دادگاهی در نیویورک آقای اتیلا را محکوم کرد، رأی دادگاه را سیاسی و دخالتی بی سابقه در امور ترکیه عنوان کرد. آنکارا پیشتر ادعا کرده که بانک کشورش از قوانین بینالمللی پیروی کرده و تحریم های آمریکا را نقض نکردند فرهاد بولادی صدای آمریکا